دسته تقسیم میشه، تغییر سری و سیر، تغییر آنی، تغییر ارجنت که اون به خاطر اجبار اتفاقاتی است که رو اجبار داریم انجام میدیم، و تغییری که داریم در طول زمان و سر فرصت و با پلن طولانی تری وقت داریم براش داریم نقشه میکشیم. در هر دوی اینها داریم میریم که چیکار کنیم، داریم میریم که یه مشکلی رو حل کنیم، داریم میریم یک چیزی رو که حس کردیم مشکله داریم میریم حل کنیم. پس تغییر داره میره برای این اتفاق میفته که همون دلایل مختلف تغییری که نام بردیم اگر برگردیم بهش از یه نگاه دیگه بهش نگاه کنیم میبینیم که اینا عملا مشکلاتی رو برای سیستم فعلی ایجاد کردن، یعنی اومدن و سیستم فعلی رو مجبور کردن که چیکار کنه، مجبور کردن که سیستم فعلی خودش رو بخواد یه تغییری درش بده. پس تغییر وقتی داری شما تو سیستم فعلی میدی معنیش این است که از یه چی سرچشمه میگیره، از یه حالا چه در اجبار چه در پلن ها فرق نمیکنه، شما به هر صورت داری میخوای وقتی این تغییر رو بدی از اینجای سرچشمه میگیره که یه مجموعی از عوامل کنار هم دیگه ایجاد یه مشکلی رو برای شما کردن و شما مجبوری که با یه نقشه‌ای، با یه پلنی، با یه سلوشن هایی بیای بالا و بری و اینا رو اصلاح کنی. بله، برای میشه گفت برای رسیدن به پرفورمنس کاری بهتر رایان میگه برای اصلاح اون مسیر اولش برای اصلاح اون مشکله. پرفورمنس کاری بهتر کلمه خوبیه اما بیشتر معنی که میده بیشتر میبرت به این سمت که تو داری روی یه مسئله مشخص. بعضی مشکلات بحث پرفورمنس کاری نیست، بحث ساختارش یه خورده فرق میکنه، نمیشه اینو به همش گفت، ولی این هم توش یکی از چیزاییست که دلش در میاد که پرفورمنس کاری بهتری برای ایجاد میکنه و برای اون پرفورمنس بهتر کاری که یکی از دلایلشه تو مجبور میشه اون تغییر رو بری اعمال کنی. پس تغییری که داریم ما میریم اعمال میکنیم در کارمون داریم میریم یک مشکلی رو حل کنیم، بهبود ساختارها و فرآیندها. این خیلی خوبه، بهتر از اون یکیه چون یه خورده خاص‌تر صحبت نمی‌کنه، اون یکی از این هی کلی‌تر الان داریم میگیم یه اتفاقی رو باید بریم حلش کنیم. خب ما الان باید بریم و یه مشکلی رو باید بتونیم بریم که ایجاد شده، که این مشکل حالا میتونه خیلی هم پیچیده نباشه ولی به هر حال یه مشکلی باید بریم اصلاحش کنیم. اما یه نکته بزرگ از دل این میاد بیرون که ما که چنج رو یه خورده معنی میکنه به این معنا که چنج اینی هم نیست که تو اینقدر ساده بگی من میرم و چنج رو انجام میدم. خب چنج بعضی وقتا آدم میگه خب تغییر دیگه، میریم یه پلنی میکنیم و انجام میدیم، اما معنی پشت این قصه رو که وقتی میایم نگاه میکنیم میگیم خب ما رفتیم و این دیپارتمنت اون اتفاق اون جایی رو که اون تغییرات که ما گفته شده رو میریم مثلا میخوایم اعمال کنیم. به محض اینکه در نگاه اول حالا هرچی تمام شده رفت، یعنی حرفی که امید علوی گفت دقیقا همینه، یعنی که تازه میایی میبینی که اینجوری نیست، این در یه عالمه از این ساختار شما تغییرات نیازه، یعنی تغییرات اساسا خیلی درصدش میتونه پایین باشه که شما تغییری میخوای انجام بدی و داری میری فقط مثلا رفتم آقا من این دیپارتمنت رو میخوام یه تغییرات توش بدم. به هر حال اون دیپارتمنت بخشی از ساختار کلی شماست، یعنی شما باید بیای و اون تغییری که داری ایجاد میکنی رو بیای و در یه ببینی که در چقدر از کل این سیستم شما و هر حالا توی بخشی از دیپارتمنت‌های شما 1% تأثیر داره، تو یه جایی میبینی 90% تغییر نیاز داره، یعنی تغییر اون یه موجه
با خودش هر تغییری در سازمان ایجاد میشه یه موج رو میاره. اگر موج نیاره و اگر اون تغییر نیازی به تغییرات در جاهای دیگه ایجاد نکنه، یعنی اینکه حتما کار شما غلطه، یعنی حتما یه جایی کارت میلنگه. امکان نداره که شما میخوای یه حرکتی رو تو سازمان خودت پیاده بکنی، یه تغییرات در سیستم خودت پیاده بکنی و این مسئله رو در نظر نگرفته باشی که اون تغییر چه جاهای دیگه ای از سازمانت رو میتونه تغییر بده، یا اصلا نخواهی تغییر بده که اون شدنی نیست، یعنی تغییرت افکتیو نمیشه به اون معنی که بخواد جدی باشه. پس این هم یه اصل بسیار اساسیه که در نظر میگیریم قبل از اینکه بریم که ببینیم که چجوری میخواییم تغییر رو ایجاد بکنیم. خب داریم میریم که تغییرات رو شروع کنیم در مجموعه خودمون ایجاد کردن. داریم فکر میکنیم که بریم و ببینیم که امروز روزی تصمیم گرفتیم یک تغییری رو در یه یاد بگیریم که چطوری تغییر رو اعمال کنیم در یه سیستم، چه مراحلی رو طی بکنیم که اسمش رو بذاریم smart change، نه فقط تغییر و نه فقط تغییر بر اساس استانداردهای روتین و اینا که تو کلاس درس یاد میگیریم. بخشش همونه، یادتون نره که ما همیشه گفتیم ما دلیلی که smart نگاه میکنیم اسم کارمون smart این است که ما استانداردها رو زیر پا نمیذاریم، استانداردها رو بهینه میکنیم، کاراکتر بهش میدیم، میکنیم به روش خودمون و ساختار خودمون و به روش خودمون اجراش میکنیم و از نگاه های مختلف هم بهش نگاه میکنیم. یعنی یه استاندارد شما از زوایای مختلف بهش نگاه میکنید و دلش فرمول های بهتر و بهینه تایی رو سعی میکنید بکشید بیرون. همیشه هم اینطوری نیست که ما در این اسمارت هامون بخوایم کلن استاندارد رو زیر سوال ببریم یا انجام ندیم. پیش هم اومده آنه که نیاد، ولی به هر صورت عموماً نگاهمون این است که چجوری میخوایم به سمتش بریم. امیدوارم که بین تغییر و تحول تفاوتی نیست. ببین زبون فارسی لامصب خیلی شیرینه، یعنی اگر بخواد آدم با کلمه بازی کنه خیلی جای مانور داره، ولی تفاوت هست. اگر چون من فارسی به نسبت یه خورده زیادی خوبه، یه خورده یه سری چیزا رو خوب میفهمم، ببین باید نگاه کنی که چطوری به کلمه رو داری نگاه میکنی. بین تغییر و تحول تفاوت هست. تغییر ببین تحول یعنی که کمپلیتلی شما داری اصلا همون که میگن متحول شد، اصلا همه چیز رو از زیر و بم کمپلیت میریزی به هم. تغییر یه جورای اصلاحاته، تحول یعنی آقا همه چیز رو ریختم به هم. میتونه اینجوری به زبونش نگاه کنه، میتونم بگه آقا نه در اصل همین گفتاری که آدم میگه آقا تغییر تحولی باید داشته باشیم، اون میتونه یه معنی بده. اما اگه بخوای واقعا تایتلی بهش نگاه کنی جدی، بله تحول یعنی که آقا میریم که اصلا کلا از دل این با یه داستان جدید میایم بیرون و تغییر اصلاحات توش انجام میدیم. رایان میگه تغییر یه تحول یه تغییر مثبت است، ولی تغییر به تنهایی میتونه منفی هم باشه. بله این حرف هم میتونه درست بشه. میگم این لامصب زبان فارسی از تو دلش از تو کلمه خیلی خوب میتونه بازی کنی، ولی این هر دو این حرفایی که هممون زدیم هممون روی خطیم. بله یه شکل معنی میده، همه این حرفا میشه. داریم میریم به سمت اینکه یه چنج رو طراحی کنیم برای یه سیستمی رو توش چنج انجام بدیم. باید ببینیم چه مراحلی رو پیاده کنیم که این چنج درست اتفاق بیفته و خونریزی های کمتری داشته باشه توش، ماجرای پیچیده آنچنان پیش نیاد توش و اون عمل جراحی که داریم میکنیم یا مجبور نشیم قلب باز باشه و نمیدونم اینا، همین هرچی میشه بدون تیغ جراحی کار جلو ببریم، یا اگر داریم تیغ جراحی به کار میبریم اینقدر باید انواع و اقسام مسکن ها و بیهوشی ها رو توش در نظر گرفته باشیم که تبعاتش نمیتونه اینطوری باشه که تبعات این داستان دوران گذرش، یعنی بعد از اون دوران چیش میگن، بعد از نقاهت میگن، این دوران نقاهتش نمیتونه خیلی طولانی بشه یا اینکه موندگار شه. چون میدونی شما بعد از یا عالم از عملهای جراحی یا عالم از
جراحی‌های سنگینی که انجام میدیم، یعنی یه عمری طرف باهاش همراهی میکنه. این معنیش این است که این در بیزینس شدنی نیست. یعنی در بیزینس شما نمیتونی با یک کاری بکنی که دنبال راهت یه چیز ترتمیز و مرتب نشه. حتی به قول رایان که میگه ساید افکت هاش رو از قبل در نظر گرفتی، تو پلن میرسیم بهش، و ساید افکت ها باید ساید افکت هایی باشه که بیاد و برود. یعنی یا این افکت هایی که ایجاد میکنه افکت های خوب ماندگاری در سیستم بشه، و نباید سیستم قرار باشه یک سیستم نیمچه مریض مثل آدمیزاد که از یه جراحی میاد بیرون و کلی خونش رفته، کلی داستان ازش رفته، از تو دل این نباید یه همچین بلایی سرش بیاد که در طول زمان مشکلات پیچیده‌ای براش پیدا بشه. این است که تغییر و تحول وقتی که داره توی یه تغییر و تشکیلات یه به قول عادی بازی با تغییر و تحول نکنه، با کلامش همین تغییر و تحول که میگم منظور چنجه. هر کس به شکلی به اندازه‌ای که چنج و نیاز داره که حالا جلوتر بازم بهش میرسیم تو مجموعش پیاده بکنه، با توجه به این دید شما میبینی که باید چنجی طراحی بشه که به یه آرامش بیزینسی و به یه ساحل امن مرتب منظمی برسی، و این چنج واقعا بیزینسی شما رو به اون اهدافی که داری برش تعیین میکنی برسه. اهدافی که تعیین میکنی یکیش این است که آقا صحیح سالم مرتب منظم بدون هیچ دردسری و بدون هیچ نگرانی من بتونم دنباله مسیرم برم. با توجه به یه همچین قانون بدون مذاکره ای، هیچ نگوشیتی نمیشه درباره این کرد که حالا یه خورده نمیشه، حالا مثلا حالا یه گوشه از مریضی بمونه توش، نه. شما این تغییر رو داری میدی که میری به سمت بهتر شدن، داری میری که چیزی رو اصلاح اساسی بشه توش، اون اصلاح موندگار شه تو سیستمت. با یه همچین داستانی میری که پلن چنجتو آماده کنی و پیاده کنی. قدم اول برای اینکه آدم یه بره به سمت اینکه تغییراتی رو بخواد پیاده کنه این است که میره و اصلا مشکل و مشکلات رو شناسایی میکنه، اون دلایل تغییر رو شناسایی میکنه. یه مجموعه از دلایل تغییر اول صحبت با هم دیگه گفتیم به این دلیل، به خاطر اینکه این ماجرا تازه از اینجا شروع میشه که این دلایل تغییر که مطرح میشه میاد و به شما میگه که یعنی شما دلیل تغییر رو اول واسه همه برای خودت لیست میکنی که این دلیل و این یا این دلایل باعث شده که من تغییر رو میخوام انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی دانستن دلیل تغییر. بعد که دلیل این تغییر رو فهمیدی و دیدی که این تغییر چه نیازیه در سیستمه، داره چه بر اساس چه نیازی این اتفاقات افتاده، این تغییر اومده، یعنی شما اول تایتل تغییر دارید بعد می‌بینید بر اساس چه نیازی این تغییر برات ایجاد شده، میای و شروع می‌کنید در مورد این اتفاق، در مورد اون دلیل و در مورد اون نیاز شروع می‌کنید ریسرچ کردن. قسمت دوم بعد از شناخت دلیل، شناخت مسئله‌ای که دلیل باعث و بانی این چنج و این تغییراته، میای شروع می‌کنی درباره‌اش سرچ و ریسرچ کردن. می‌گردی می‌بینی که معادل‌های این تغییر، قبل از این مرحله بذارید من اینجا بذارم جابجاش بکنم اینجوری بهتره. دلیل تغییر رو پس نگاه کردیم، دیدیم دلیل چیه. بعد که دلیل رو دیدیم ما میگیم که خب ما در اثر این تغییر قراره چه اتفاق بیفته. یعنی ما قرار این دلایل پیش اومده که ما قرار تغییر بکنیم که چی بشیم. این دلایل میخواد تغییر ایجاد کنه که چی؟ که یه چیزی بشه. اون که چیزی بشه میشه گول. گول ها رو شروع میکنیم تعریف کردن بر اساس چی؟ بر اساس این دلایل تغییر شروع میکنیم نگاه میکنیم یه سری گول، یک یا گول هایی رو تعریف میکنیم که ما قرار در اثر این تغییر این گول ها توی تغییراتمون اتفاق بیفته و تبدیل بشیم به یه همچین چیزی که حالا هرچی که هست. پس مرحله دوم بعد از شناخت دلایل تغییر اومدیم گفتیم گول هامونو تعریف میکنیم. بعد از اینکه گول هامونو تعریف کردیم میریم تو دنیای
سرچ و ریسرچ و تحقیقات و تحقیق میکنیم در مورد اینکه آیا در بیرون این درها افراد دیگری با چنین موزلی با چنین دلایلی برخورد کردن یا خیر، و بعد از اینکه برخورد کردن روش برخوردشون چی بوده و مدل چنج اینها چی بوده، چجوری اینا خودشون رو چنج کردن و شدن و تونستن خودشون رو تطابق بدن با اون دلایلی که پیش اومده. حالا هر کدوم از دلایل، مسائل مالی، مسائل دولتی، مسائل رقبا، در دنیای امروز قبلا همیشه به شما گفتم مشکل تحقیق دیگه وجود نداره. یعنی شما دیگه خودتو نیاز نیست خودتو خیلی هم بکشی. فقط میشینی پای این اینترنت و شروع میکنین گشتن و میبینین که چقدر اینفورمیشن اونجا هست در همین زمینه که معادلای چنین اتفاقی که در جاهای دیگه افتاده. پس میریم در تحقیق و تو این تحقیقمون یک مجموعی از چیزها رو در نظر میگیریم. یک، برای دیگران معادل این تغییر، معادل این مشکل، معادل این دلیل به چه شکلی ایجاد شده؟ اصلا این دلیل برای دیگران چطوری ایجاد شده؟ بعد از اینکه این دلیل رو در دیگران پیدا کردیم، اگر بتونیم یه هوا بریم جلوتر و بگیم ببینیم در مشابهات بیزینسی خودمون، تو اینداستری خودمون، تو صنعت خودمون، افراد دیگری با همچین مسئله مواجه شدن یا نه، اون مطالعه خیلی کاربردی تر خواهد بود. اونها رو هم در میاریم. روش مواجهه اینها با اون مسئله رو میریم نگاه میکنیم و میبینیم حجم تغییر تحولی که اینها در مواجهه با اون مسئله در کارشون دادن چی بوده. فکر نکنید در برابر اینکه یه تغییر، یه دلیلی ایجاد میشه برای تغییر، فکر نکنید همه به یه شکل در مقابلش عکس العمل نشون میدن. هر کس فرمولهای مختلف رو طراحی میکنه، برای اثر فرمولهای مختلفی جلو میبره، بسته به تغییر داره. این نیست که استان